Now, Mr. Ibrahim Astraki, the candidate of NDP party. آقای ابراهیم استرکی از شخصیت‌های مردمی، چهره مبارز در کامیونیتی ما و کاندید حزب NDP اینجا هستن. ازشون خواهش می‌کنیم چند دقیقه‌ای به دو زبان به شما صحبت کنن. جناب استرکی بفرمایید. ممنون و متشکرم. عصر همگی به خیر. خسته نباشید. واقعا دست مریضات میگم به جناب بابک یزدی عزیز و بقیه دستندرکاران این گرد همایی که همچنان استوار و پیگیر به دنبال احقاق حقوق ملت مظلوم ایران هستید. واقعا سپاسگزارم و از صمیم قلب ازتون تشکر میکنم. جای گروه ها و دستجات و احزاب دیگه هم خالی هست. امیدوارم که اونها هم به این فراخوان ها و این کمپین ها پاسخ مثبت بدن و در این گرد همایی ها مشارکت و شرکت بهتر و بیشتری داشته باشند. همینجوری که بقیه دوستان هم اشاره کردن، متاسفانه مواجهیم در روزهای آینده با احتمال حضور رئیس به اصطلاح جمهور حکومت اسلامی متحجر در صحنه عرصه بین المللی سازمان ملل، در مجمع عمومی سازمان ملل، جایی که قرار قاطبه رأی بین المللی و شاکله حاکمیت بین المللی باشه، متاسفانه محل جلوس و تریبون و نشست ضحاکان زمانه شده. رئیسی چهره‌ای کاملا منفور و شناخته شده در حوزه سرکوب مخالفین و معترضین در بیش از 14 گذشته است. قصابی که به کشتار معترضین دهه های پرتب و تاب 60 و 70 پرداخته، بعد از طی برقاسای سکوهای ترقی در نظام فاسد اسلامی، امروز به نمایندگی از حکومت فاسد و متحجر و بنیادگرای اسلامی میخواد در سازمان ملل حضور پیدا بکنه. این واقعا مایه شرمه، مایه قباحته و مایه آبروریزی برای جامعه بین المللی و تمامی دولت مردان جهان و سیاسیون و فعالین. واقعا باید مصرانه و مجدانه جلوی این قضیه گرفته بشه و تا آخرین لحظه در صد امکان، در حد امکان تلاش بشه که جلوی این قضیه گرفته بشه و این تریبون به چنین چهره منفوری داده نشه. همونجوری که میبینید سیر تحولات در ایران در جریانه و لحظه به لحظه به زنگاه تاریخی و به اون لحظه حساس و بحران داریم نزدیکتر میشیم. مذاکرات اتمی نافرجام و این معاشقه چند جانبه غربی ها با حکومت اسلامی، همونجور که از ابتدای امر هم کاملا مشخص بود، پایان خوشی نداشته و سرنوشت و زندگی و حیات روزانه مردم ایران رو به اون گره زدن متاسفانه و ملت ایران به گروگان گرفته شده. و امیدواریم که دولت‌های غافل غربی و دولت مردان و سیاسیون غافل غربی چشم خودشون رو، گوش خودشون رو باز بکنن و ببینن و بدونن که چه در ایران میگذره و با که طرف هستن و دست از مماشات و مصالحه و مسامحه با این عناصر مخرب در منطقه و سطح بین الملل دست بردارن و پایان بدن به معاملات
پشت میز و پشت پرده خودشون. همونجوری که بقیه دوستان اشاره کردند، ملت ایران در عرصه‌های مختلف در حوزه اعتراضات کارگری، اعتراضات زنان، اقلیت‌ها، مذاهب، اقوام، حقوق اقلیت‌های همجنسگرایان، زندانیان سیاسی، کارگران، زحمتکشان، دادخواهان، مالباختگان، همگی، همه و همه به طور مستمر و روزانه در کف خیابان‌ها و اعتراض ادامه داره. نباید اجازه بدیم گرد ناامیدی رو به روی جنبش اعتراضی ایران بپاشن و باید مستمر و پیوسته خون تازه‌ای به رگ‌های اعتراض جاری کرد و امیدواریم که هرچه سریع‌تر، هرچه زودتر بهار آزادی رو در ایرانی آباد و آزاد در آینده نزدیک جشن بگیریم. باز هم تأکید میکنم احزاب، گروه‌ها، دستجات بهتره که هرچه سریع‌تر مرزبندی‌ها و صف‌بندی‌های خودشون رو کنار بگذارن و هدف مشترک ساقط‌سازی نظام و حکومت متحجر طالبانی، داعشی و بنیادگرایانه اسلامی در ایران پایان بدن. انفکاک و شکاف میان گروه‌ها و احزاب متأسفانه به نفع اپوزیسیون نیست و این آب در آسیاب حکومت اسلامی می‌ریزه. در نتیجه باید پیوسته، متحد و همشکل و همصدا و همداستان خواهان سرنگونی نظام فاسد اسلامی بود. در پایان فقط آرزوی برابری و آزادی و عدالت رو برای ملت شریف و مظلوم ایران دارم. سپاسگزارم از همگی، خسته نباشید، ممنون و متشکرم. ممنون.